خاک دست حسینی کنم. چی بود اسمش؟ شما درست گفتی. چی گفتی؟ مجمک شورباسی. مجمک شورباسی. دروازه ما هم چیدم اونجا کنار حوز. این دالده است. یه سوپ ترکیه درست کنم. آقا نیم کیلومتر بزنیم، نه زیاد سفت باشه نه زیاد شور. بشورم آماده کنم با هم باشیم. امروز یه سوپ ترکیه داریم با دال عدس به همراه خاله. بریم با هم باشیم. یه سلام متفاوت از حیات خاله با این پرتقالای خوشگل. ببینید چقدر خوشگلن، نارنجی. دستمون دیگه اون بالا نرسیده، باید آقا حداد بیاد برامون این پرتقالا رو بچینه که ارگانیکه و نباید از دست بدیم. دروازه ما هم چیدم اونجا کنار حوز. الان براتون توضیح میدم که چی میخواد. خب برای این غذا که منم اولین بارم درست میکنم، از طرف دوست خوبمون همراهمون خانم زهرا برام فرستاده شده که میخواستم اولین تجربه رو که با مامانینا و خاله داریم برای این سوپ، که من خودم اصلا دالعدس تا حالا نخوردم، اصلا هیچ مدلش رو نخوردم. میگن دالعدس قسمت جنوب خیلی درست میکنن، خیلی برای تقویت بدن خوبه. من الان اینجا گذاشتم نشونتون بدم. ببینید دال عدس اینه، یه عدسایی که از عدس خودمون ریزتره، نازکترم هست. میگم من اولین بارمه، هنوز نمیدونم مزهش چطوریه، ولی از این خواصش که خوندم، خواص خیلی زیادی داشت برای دیابت، برای دیابت و قند، برای کلسترول. همچنین میگن برای خانومهایی که باردار هستن، چون بدن رو تقویت میکنه، برای خودشون و بچهشون خیلی عالیه. زن داداش من چون جنوبیه، هانیجون درست میکنه، ولی من تا حالا موفق نشدم که بخورم. قرار شد با هم درست کنیم، ولی وقتی که زهرا جون این مدل به من توضیح دادن که این سوپ ترکیه‌ایه به نام مرجیمک شورباسی، اگه اشتباه نکنم بهش میگن، میخوایم با هم دیگه درست کنیم. گفتم که توی این تجربه من که خیلی از غذاها رو تجربه اولم با شما درست کردم، اینم چون می‌خواستیم با مامان و اینا تجربه کنیم، گفتم که شما هم در کنارمون باشید ببینیم که چطوریه. زهرا جون یه دستور خیلی کامل به من دادن، خیلی قشنگ توضیح دادن، با هم درست کنیم ببینیم که چطوری میشه. حالا ما موادی که لازم داریم، دال عدس هست که نشونتون دادم، به همراه هویج و سیب زمینی و سیر و یه دونه فلفل پاپریکا، اگر نبود فلفل معمولی، و عصاره لازم داریم، یا آب مرغ یا آب گوشت، هر کدوم که دوست دارید. من از این عصاره های کوچولو استفاده کردم که با آب مخلوط میکنم. شما میتونید از آب مرغ یا آب گوشت هم استفاده کنید. من برم بقیه این مواد رو بشورم آماده کنم با هم باشیم. حالا برای این کار الان براتون بگم که خاله اینا خوابن توی اتاق،
من به من گفتن که وایسا منم بیام، ما هم بیایم با ما فیلم بگیریم. گفتم نه شما استراحت کنید، حالا با هم میگیریم. حالا نمیدونن که من دارم اوایلشو فیلمو میگیرم، رو پایه گذاشتم. خواهرم نیست فیلم بگیره، رفتن اینجا خرید با نگین. بعد هیچی دیگه گفتم برای شب درست کنم، اونا میان ببینیم که چطوری میشه غذامون. این دولدسو که من خیس کردم از شب قبل، گفتن حتما خیس بشه به خاطر اینکه نفخ زیادی داره، باید یه دوبار آبش عوض بشه و خیس بشه حتما از شب قبل. اینو من خیس کردم، بریزم توی آبکش. کلا اینا از دورش پاک بشه. اینجا صدای غریبه که میاد لیدی اینطوری میکنه. بگو چی کارشون داری، دارن رد میشن. بیا بیا این بر، بیا به تو کاری ندارن، بیا این بر، بیا لیدی. اینجا خوبیش اینه که آبی هدر نمیره. من خونم نه، وقتی که سبزی رو خیس میکنم آبش رو نمیریزم بره، آبش رو میدم به گلدونامون، گلدونای توی بالکن، توی اتاق، که تا جایی که میتونیم آب رو هدر ندیم. ولی اینجا دیگه خوبیش اینه که باغچه هست و با خیال راحت حالا سبزیجات و اینا رو میشوریم و باغچه رو هم آب میدیم. مقدار لازم برای این سوپ، برای من زهرا جون گفتن 1 لیوان عدس دال عدس، 1 لیوان فرانسوی، 1 دونه هویج، 1 سیب زمینی، 1 پیاز، اینا همه در حد متوسط، 2 تا حبه سیر و 1 کاسه از حالا آب عصارمون. که این سوپ نباید سفت بشه، نباید زیاد رقیق بشه، ولی من چون 2 برابر استفاده کردم، از 2 تا هویج استفاده کردم، یا اینکه سیب زمینی رو بزرگ گرفتم، پیازم هم همینطور. این همه من دارم براش تهیه میبینم، مامان میگه پس عدسی داریم شب. گفتم نه مرجی مک شورباسی داریم. این غذا به شدت آسونه، اینطوری که برای من گفتن مشخصه که خیلی راحته. چند تا مواد دیگه هست که این غذا داره که در ادامهش براتون میگم. حسین جان زحمت بکش برای من بچین اینجا این دالعدس اینا رو. فکر میکنم مزه دالعدس شکل عدس باشه. بذاریم اونم هم ده. اینم عصاره هایی که گرفتم، عصاره گوشت گوساله است. این گوشت گوسفند مرغ میتونید بگید. گفتن اصلش اینه که با عصاره مرغ درست بشه، ولی خب ما پیدا نکردیم. من اینو گرفتم بعد، ولی گفتن با عصاره گوشت هم میشه. پوسکنت تیزه خاله، میگم پوسکنت خوبه. خب اولین کاری که ما انجام میدیم اینه که دال عدس رو میریزیم توی یه ظرف. تمام مواد و خوبیش به اینه، تمام موادی که داریم، هویج و سیب زمینی و پیاز و همه رو پوست میگیریم و میذاریم توی این قابلمه با دال عدس ها با هم دیگه بپزه. حالا من هویجامو
مثلا یه برش های اینقدر اینقدر میدم، چون این میخواد وقتی که پخته شد با گوشکوب برقی ما بکوبیمش دیگه، لازم نداره که حالا ما بخوایم خیلی ریز کنیم موادمونه. حالا ببینید که چی از آب در میاد. شب یا گرسنه نمیمونی یا که من یه غذای خوب بهتون میدم. امروز بعد نهار جاتون خالی ما نشسته بودیم با مامان و خاله صحبت میکردیم، بعد خاله از خاطرات زنموشون تعریف میکرد که منم ایشونو یادمه، تا اوایل ازدواجم هم ایشون منو پاگوشا کردن و اینا، حالا از دنیا رفتن. خیلی خانم کدبانو با سلیقه بودن. اتفاقا ساناز یادمون انداخت، گفتش که خاله چون خیلی تجربیات خوبی داشتن توی زندگی برامون تعریف کن که چه تجربیاتی داشتن، به درد دوستان میخوره. حالا قرار شده که توی یه برنامه فکر کنم خاله میذاره توی برنامه‌های خودش که در مورد حالا تجربه‌ای که خودمون داریم و همچنین اون خانومی که خیلی میگم هم خونه‌دار خیلی قهاری بود و هم خیلی خانم خوبی بود، در مورد تجربیاتش باهاتون صحبت کنه. دیگه برای آخر سره با دو تا مواد دیگه که بهتون میگم، الان پیاز، سیر، سیب زمینی، هویج، همه رو من به همراه یه فلفل پاپریکا و عصاره مرغمون، حالا از آب مرغم میتونید استفاده کنید یا آب گوشت. اینو فقط حواستون باشه، دال عدس میگن مثل عدسای خودمون که وقتی که میپزه حجم دار میشه، اینم هم همینطوره. آبو به مقداری بریزید که کامل اینا بپزن. یک ساعت هم وقت ما زمان لازم داریم برای پخت کامل این مواد. بعد نمکم اگر که آب مرغ خالی دارید نمک نداره، الان نمک هم اضافه کنید. من به خاطر اینکه از عصاره استفاده کردم دیگه نمک نریختم. شما میتونید از نمک هم استفاده کنید اگر آب مرغتون گفتم نمک نداره. خب من یه مقدار دیگه احساس میکنم این آب لازم داره، یکم دیگه آب اضافه کنم بذارم جوش بیاد و بریم برای یک ساعت دیگه. بعد از یک ساعت این سوپ ما چقدر خوشگل شده. مامان اومد یه هم زد و گفت چه خوشگل شده سوپت. در این حد که پخت، الان هویج پخته، سیب زمینی پخته، یکم هم حالا خودش له شده، ولی خب پیازا و اون چند تا حب سیرمون هست. اینو الان ما باید با گوشکوب برقی یا با میکسر کلن میکسش کنیم که نباید این هویج و اینا توش پیدا باشه. خب حسین آقا گوشکوب خاله رو به من بده. خب ببینم کجاست. خاله گفت اون بالاست، اون بالا ماما. این؟ آره باز کن. یعنی در را کن یا اون در را. آه اینه هاش چه تو جعبش هم هست، نه یفته رو سر دیم. و چه با عطری داره این سو. آره به گفتم دم یا امشب بیشام میکنی یا شام خوشمزه میکنی. من بزنم باشه در بیار دارم. خب حسین جان بذار داخلش بکن. خب نه ده تش بخوره. نه دیگه بیار توشم. نه دیگه نمیخواد. نشون میدم برنکه دوشه. خوبه دیگه قربون حسین آقام برم من، دست درد نکنه. خب بزن اینجا شده بول بسرم که اینقدر کمک مامانی. چه سوپی شد. آره حالا چون گفتن نه زیاد سفت باشه نه زیاد شور. خب من میخوام چیز کنم اینجا، ببینید یه این حالت شد بکنم خوبه، چون الان میخوام کرم اضافه کنی. خوبه دیگه. خوبه؟ آره شده. خب این از این، حالا باید کره رو بیاریم. حالا اینجا ما چیکار میکنیم؟ اینجا کره رو میذاریم توی یه دونه حالا مایتابه مانند، بعد چند تا قطره هم روغن اضافه میکنیم، چون میدونید من چند بار گفتم تو ویدیو کره رو که خالی میخوایم توش چیزی تفت بدیم میپاشه، زودم میسوزه، به خاطر همین چند قطره روغنم اضافه میکنی.
خیلی آشپزخونه این که حالا آشپزخونه خاله باز میدونیم چی به چیه، ولی جایی که نمیدونیم مثلا میخوام آشپزی کنیم میدونیم چقدر سخته. نما خونه اقوام حالا یه چیزی میخوایم درست کنیم خیلی سخته. اینجا برای این مقدار گفتن 50 تا 100 گرم کره. من اینجا چون مقدار من دو برابر هست 100 گرم رو استفاده میکنم. بعد اینجا ما چی لازم داریم؟ توی این کره باید نعنا، یکم نعنا، برای این مقدار من تقریبا یک قاشق مربخوری نعنا خوش، یه مقدارم آبیشن، آبیشنی که پودر نباشه، یکم درشت درشت مشخص باشه. من حالا نمیخوام دستورش رو جا به جا کنم، ولی به نظرم تخم گشنیزم الان خوب میشه که توش تفت بدیم و بریزیم. ببینم اگه خاله داشته باشه چی مادر؟ اضافه میکنم تخم گشنیز. بله میخوام به دستور اضافه کنم. اینم تخم گشنیز. دست شما درد نکنه، اینا خاله داره. خب بعد آویشنم میخوام، آویشنی که پودر نشده باشه. انگار مامان آورد براتون. نه مامان آره مامان آورد. راستی یادت داره چند بار یادش میاد. آره اینم من مجبورم بیرون بخرم مامان یادش. آها اینم آویشنیه که پودر نیست. بعد نعنا هم که اینجاست پیدا کنن. آره نعنا هم زیر مطمئن حواست باشه گزنه هم شبیه هم گزنه هست نعنا. خب چقدر هم سخته جایی آدم آشپزی کردن آره. که بخواد وسایلشو پیدا کنه. الان داشتم همینو میگفتم در مورد آها اینو میخواستم بگم در مورد گوشکوب برقی که ما میگیم گوشکوب برقی، یه آقای برای من کامنت گذاشتن گفته اصلا خارج از کشور ما چیزی به اسم گوشکوب نداریم اینا میکسره که برای همه چیز استفاده میشه، ما حالا بهش میگیم گوشکوب. بعد اینم اینجوری اون معرفی شده از اول همون. اینم خیلی مهمه که میخوام بگم به دوستان، من خودم تهیه کردم از این گوشکوبای برقی میکسرا، گوشت کوبیدم باهاش یه دونه، یعنی من گشتم مهمونم داشتم که توش اصلا استخون نباشه، یه دونه استخون به اندازه خیلی کوچولو، خیلی کوچولو. محمود آقای نا اومده بودن خونمون باش جو هم بودید انگار. این رفت توی این چیزه، یعنی آخرین مرحله دیگه، گوشت دیگه تموم شده، آخرین مرحله که با این چرخوندم دیدم که سوخت، دود داره و حالا نگو که این یه ذره استخون رفته بوده زیرش. به خاطر همین میخوام بگم که اصلا به عنوان گوشکوب ازش استفاده نکن. مگه حالا گوشت کم باشه که دیده دیگه شه دیده بشه. آره من به هوایی که قابل من تفلون بود، بزرگ بود، گوشکوب چوبی هم نداشتم، این کاری کردم که اشتباه کردم. هر تجربه هم دارم من تو ویدیوها میگم که دوستان بدونن. آخه اونا هم مثل که سایز بزرگ هم داره سایز کوچیک هم داره. اونا میگن اگر آره. که استخون اصلا نباید چیزه ها رو ریزی که سفت باشه سریع میسوزه. الان مثلا اینقدر قشنگ اینو چیز کرد، من دیگه نرسیدم به اینجا که دفعه اول اون کار کردم و سوخت. هر جا هم بردن گفتن ارزش نداره که درست کنی. خب برای این مقدار تقریبا یک قاشق مربا خوری من نعنا تفت میدم توی این کره. خوبه یا بیشتر؟ چون برای اون مقدارمون گفتن یه قاشق چای خوری. آره چون بیشتر فقط یه عطر خیلی کوچیکی باید آویشن هم همینطور که دیگه پودرش هم نمی کنی به همین مقدار. یه کوچولو هم چیز میخوای روب میکن توی کره تفت دادی، اونم خیلی کم. من تخم گشنیزم بریزم. روب گوجه جان بله تو اون زهره چارگوش بزرگی هست. بله اون هنگه سس گوجه هست. حالا خاله خوبیش اینه که همه چیز داره. من یه جرات هم آشپزی به من گفتم تو اینو درست کن. بعد وقتی که اومدم که غذا رو درست کنم لوبیا پلو هم قرار شد درست کنم. هیچ ادویه‌ای نداشتن، نمک داشتن با زردچوبه. دیگه خیلی می‌خواستن چیز کنم فلفل اضافه می‌کردن. بعد من رو بیلی کم بزنم. بچه اون خیلی هم قلیزه. خوبه؟ بعد گفتم دیگه هیچ ادویه‌ای، مخصوصا لوبیا پلو که خیلی ادویه‌ها استفاده میشه.
نداشتن دیگه. بعد از اون بهشون گفتم تهیه کردن. اصلا موندم چجوری بدون ادویه غذا رو آماده میکنی؟ بعد وقتی هم با ادویه غذا رو میخوری دیگه عادت میکنی، دیگه دیگه نمیتونی غذا ساده بخوری. اینو با کره درست کردی؟ اینو با کره تفت میدیم، یکم الان نمکشو میچشیم چون عصاره استفاده کردیم. آها. نمک داره، اگر کم بود اضافه میکنیم. فلفل سیاه هم الان میتونیم اضافه کنیم به این کره. فلفل سیاه هم توی جرده این هست اینجا. خب یک کوچولو هم فلفل سیاه. اینو یه مقدار برای روش نگه میداریم، برای تزیین روش. یه مقدارش هم میریزیم داخله. خب این قسمت هیجان انگیز باشه، بیارم گوشی جلو. خب اون نعنا داغو بیارم جلو. ببینن جلو دوربین بیارم. خب اون گوشی بیارم. آها خیلی نوکر. آره. نیاز مواد خوشمزه‌مون. بر بگیرم معلوم باشه. من توی آش هم که اینجوری سیر داغ می‌ریزی خیلی دوست دارم موقعی که ریختن. آره. یه مقدار داخل می‌ریزی، مثلا برای تزیین. برای تزیین گفتن نگه دارید که بریزید روش. سر آدرس قشنگ. خب یه همون بزنید. دست شما درد. خب امشب می‌خوام ببرمتون ترکیه. آماده باشید چمدوناتون رو ببندید. من تو سریالاشون هم من می‌بینم همیشه عوض می‌کنه. خاله حالا نمکیش شما بچش چی ماما اون کارتون؟ میگم تو کارتونم سوپ اینجوری میذارن کارتون بچه ها بابا با اون نوناشون با اون گلدا بچه بودیم میدیدیم. خب نگاه شوفره برم بچشی؟ کم نمکه؟ شما هم شما بچشید اگه کم بود بزنید. کم نمک بزنید. خوبه. واقعا خوشمزه شده. شده مثل چیز این سوپ آماده ها هست که میخریم. آره خیلی جالبه. نمکش چجوری؟ به نظر من خوبه. 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 حالا اینو. خوب شده؟ عالی عالی. خب میشه جان. آقا حتی تایید کرد سوپمونو. چی بود اسمش؟ شما درست گفتی. چی گفتی؟ مجمک شورباسی. مجمک شورباسی. افت تایید شد. سوپم از طرف آقا حداد. میگم خیلی خوش بود. زهرا خانم عزیز خیلی خوشمزه شده سوپی که برام فرستادی دستورشو. این هم از سوپ ماماینا میگن سوپ دالده است، ولی خب آقا حداد اسمشو درست گفتن و زهرا خانم هم برام گفتن اسمشون اسمش مرجیمک شورباسیه. برای کدوم شهر؟ برای ترکیه است. کلا سوپ ترکیه. یه این رفت یکی از غذاهای ثابت سوپای ثابت مهمونیامون بشه.